اولین چیزی که دوست دارم راجبش صحبت بکنم بحث شیرین تجهیزات هستش. یه تصور سنتی هستش راجب این که خب میخوایم بریم کوه چی نیاز داریم، اینکه کفش چی داری، یه دونه مثلا کفش ساقدار باشه، هر چی باشه کفایت میکنه، بوته مثلا زمستونیت کافیه، کوله چی داری، حالا مثلا راهنمایی نه ولی مثلا کوله دبیرستانت، لباس هم که همین لباس خودته و صبونه چی میخوری همونو بذار تو کوله و یه بطری آب، این چهارتا رو برمیداری میری کوه. درسته از اینجا میشه شروع کرد، ولی توی طولانی مدت، یعنی اگر مثلا 6 ماه شما اینو ادامه بدید و یا تایم زیادی رو برید، مثلا تا یه قله‌ای برید یا مثلا مسافت طولانی با این سیستم برید، به خاطر ارگونومی نبودن اون کفش یا کوله یا تجهیزاتی که دارید ممکنه که آسیب‌هایی رو توی دراز مدت بهتون بزنه. برای همین هر چقدر که شما جدی‌تر به کوهنوردی وارد میشید نیاز هستش که تجهیزات متناسب‌تری نسبت به فعالیتتون داشته باشید. بیس این تجهیزاتی که شما نیاز دارید، اول کفش مناسب هستش. کفش مناسب کوهنوردی کفشی هستش که هر چقدر که حرفه‌ای تر میشه کفش سفت‌تر میشه، یعنی مثلا کفشایی که مخصوص بکپکینگ هستش یا مثلا برای صعودهای طولانی هستش یا مثلا اکسپدیشن هستش، کامل کفه‌های اینا سفت هستش و خب اونایی که ترکینگ هستش یه ذره سبک‌تره و یه خورده انعطافشون بیشتره، ولی چیزی که تو همشون مشترک هستش بس تنفس هستش، به این شکل که پا کمتر عرق میکنه و سعی میکنه که اون قالب پا رو حفظ بکنه، توی پا مثلا تکون نمیخوره، تا جایی که بشه مثلا تاول نمیزنه به خاطر اون نوع ارگونومی و فیکس شدن پاش. برای همین مهمترین چیزی که شما نیاز دارید اول کفشه، دومین چیزی که نیاز دارید کوله هستش. کوله بسته به نیازتون باید تهیه بشه. معمولا کوله که برای یک روز استفاده میشه کوله 30 لیتری هستش که توی برندهای مختلف و تو سایزهای مختلف، حالا اینکه خانوم باشید، آقا باشید، قد بلند باشید، شونه های پهن، مدل‌های مختلفی برای کوله ها طراحی شده که این کوله ها به شکلی ساخته میشه که دقیقاً روی شونه های شما قرار میگیره، از روی کمر فیکس میشه و سعی میکنه که کمترین فشار رو به کمر بیاره و سعی میکنه که فشار رو مستقیماً به پاها منتقل بکنه. قسمت سومی که میخوام راجبش صحبت بکنم بس البسه کوهنوردیه. لباس های کوهنوردی خب جوراب هستش، شلوار هستش، پیراهن هستش، کلاه هستش، اسکارف هستش. خاصیت اینها این هستش که اول که عرق رو به خودشون میگیرن و به خاطر جنسی که دارن سریع خشک میشن و باعث میشه که اتلاف دمای کمتری داشته باشید و همینطور گرمای کمتری حس بکنید. برای همین توی کوه مثلا یه لباسهایی مثل البسه مثلا کلوفت و اینا مخصوصا حالا توی این فصلی که الان هوا خوب هستش معمولا استفاده نمی کنن، یا مثلا تو زمستون هم که البسه زخیم تری هستش حتما البسه ای هستش که اون قابلیت تنفس رو دارن. خب برای جوراب که بسته به اون کفشتون و سایز پاتون و اون فصلتون داره، شلوار و پیراهن جفتش از نوع ترکینگ هستش، خنک هستش. برای سر و صورت معمولا از این کلاهای لبه دار استفاده میشه یا اسکارف، احتمالا دیدید از این پارچه های تونلی که روی سر و صورت. و یه وسیله که خیلی مهمه که داشته باشید عینکه. عینک خب به خاطر اینکه شما هرچه ارتفاعتون بالاتر میشه اشعه های مضر خورشید بیشتر میشه، به همون نسبت نیاز هستش که چشم خودتون رو محافظت بکنید. عینک هایی که معمولا توی بازار هستش حتی اگر اورجینال هم باشه اون استاندارد هایی که برای کوهنوردی نیاز هستش رو معمولا ندارن. برای همین یه سری شرکت های خاص اومدن یه سری عینک هایی تولید کردن متناسب با فعالیت کوهنوردی شما که
خب ممکنه یووی باشه، پولاراید باشه. نوع فریمش جوری هستش که اولا اینکه پلاستیکیه که توی سرما و گرما اذیتتون نکنه یا اشعه خورشید وارد نشه یا وقتی باد میوزه چشمتون رو اذیت نکنه، و حالا خاصیت های دیگه که ممکنه فوتوکرومیک باشه و حالا خاصیت هایی که دیگه داره که قیمتاشون رو کم و زیاد میکنه. ولی داشتن عینک توی کوهنوردی خیلی مهمه و سعی کنید که حتما عینکی که توی فعالیت کوهستانی استفاده میکنید حتما عینک کوهنوردی باشه و تا جایی که میتونید از عینک شهری توی کوه استفاده نکنید. یه وسیله دیگه که اکثرا اولین چیزی که تهیه میکنن بحث باتوم هستش. باتوم خیلی مهمه و توی صعود و تو فرود بیشتر خیلی کارایی داره. باتوم تنوع زیادی توی بازار داره، ولی برای شروع لازم نیستش یه باتوم خیلی گرون بخرید. باتوم خیلی ارزون هم بخرید، این قسمت حلقه دستش ممکنه که اذیتتون بکنه، سفت باشه، حالت برزنتی داشته باشه، ولی یه چیزی متناسب بین اینا بگیرید که مثلا دستش فوم باشه و راحت باشه. حالا سعی میکنم که تجهیزات رو به تفکیک برای هر کدوم یه ویدیو جداگانه ای برای آشنایی و خریدش بذارم، ولی خب باتوم هم جز تجهیزات واجب کوهنوردی به شما میره. توی کوهنوردی نیاز هست که شما آب رو ذره ذره جرعه جرعه بخورید و خب همش نمیتونید که واستید بطری آبو در بیارید بنوشید دوباره بذارید سر جاش. برای همین یه وسیله هستش که میذارید پشت کولتون و یه شلنگی داره بهش میگن کمل بک، از این هم میتونید استفاده بکنید، خیلی خوبه. مدل های ارزون ترش یه خورده مزه پلاستیک میدن و مدل های گرون ترش مثلا آنتی باکتریالن و مزه کمتری میدن، ولی مزه رو تقریبا همشون یه خورده رو دارن و همشون هم کارایشون تقریبا یکیه و از این هم میتونید استفاده بکنید. یه لباسی که معمولا حتی توی این فصل نیاز هستش بحث کاپشنه. توی این فصل به خاطر اینکه مثلا شما موقعی که به مقصد میرسید، به قله میرسید، به پناهگاه میرسید، خب معمولا بدن عرقدار هستش و به خاطر اینکه تو ارتفاع هستید باد خنک هم هستش، معمولا باید یه چیزی داشته باشید که اینجور موقع ها بپوشید. برای همین بهترین گزینه ای که دارید کاپشن گورتکس هستش، که یه دونه کاپشن گورتکس جمع و جور اگر برای مثلا سفستتون داشته باشید خیلی انتخاب مناسبیه. یه سری البسه دیگه هم هستش که جزء وسایل حالا رد دوم حساب میشه. پس هدلایت هستش به خاطر اینکه معمولا صبح اول وقت میخواید صعود بکنید یا یه قسمتی از فرودتون رو به تاریک شب میخورید و هدلمپ نیاز دارید، یا مثلا خب لیوان و قاشق و چنگال و چیزای اینچنینی نیاز دارید که اونایی که قاشق و چنگالایی که مثلا کوهنوردی از برندهای مثلا شاخص هستن خاصیت آنتی باکتریال دارن، این که مثلا با یه دونه دستمال کاغذی هم تمیز میشن و یعنی خیلی فرقی با قاشق چنگال بیرون ندارم، مثلا با همون قاشق چنگال بیرونتون هم میتونید استفاده بکنید. توی قسمت البسه برای صعودهای بلند پیشنهاد میشه که لباس بیس استفاده بکنید. لباس بیس یه مقداری جذب‌تر هستش، رنگش تیره هستش، عرق بدن رو سریع‌تر جذب میکنه و سریع‌تر خشک میکنه و توی صعودهای بلند خیلی کمک کننده هستش و به حال جز آپشنای البسه‌ای هستش که معمولا کوهنوردا استفاده میکنن. گتر هم حالا برای حالا کثیف نشدن یا گل و لای استفاده میشه، حالا توی این فصل خیلی کاربرد نداره ولی داشته باشید برای یه جایی که مثلا خس و خاشاک داره یا گلی هستش ممکنه خیلی کارایی داشته باشه. خب من اگر خیلی سریع بخوام یه ریویو بکنم تجهیزاتی که نیاز هستش برای شروع کوهنوردی، پس برای قسمت اولش اول کفشه، دوم کوله هستش، سوم البسه هستش که شامل حالا جورابه، شلوار پیراهن هستش، کاپشن گورتکس، کلاه آفتابی، اسکارف هستش که اینا جزء واجباتی هستش که باید داشته باشید، خواهشاً کرم ضد آفتاب هم داشته باشید که نسوزید. یه سری هم تجهیزات نیاز دارید مثل باتوم و حالا با توجه به نیازتون یه سری تجهیزات پخت و پز، قاشق و چنگال، هدلایت و چیزای اینچنینی نیاز دارید. روزتون بخیر.